عزیزان سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستید مغز جوان دلی شاد و تنی سالم داشته باشید. اعتراضات خیابانی مردم ماه دومش رو داره تمام میکنه و با توجه به شهادت شمار زیادی از نیروهای مردمی و جوانها در کف خیابان واقعا داغدار هستیم و این داغداری از ته دل دست و پامونو بسته نمیتونیم کار خاصی بکنیم و تقریبا آچمز شدیم در خارج از کشور، چرا که خودمون توانایی جانفشانی رو نداریم و از اینجا در پشت خط مبارزاتی هر ادعایی کردن آسان است. واقعیت اینه که یک ساعت در کف خیابان بودن شاید به مراتب بیشتر از ساعتها فیلم و برنامه تبلیغی تأثیر به سزایی داشته باشه روی مبارزات. به هر حال مبارزات وقتی که دوره یک ماهه و دوره سه ماهه خودش رو طی میکنه شرایط تغییر میکنه. دوره یک ماهه یواش یواش شروع میکنه به ریزش نیروهای سرکوبگر و اینکه سرکوبگرها برای آرام کردن اجتماع مجبور خواهند شد که عده‌ای از نیروهای خودشون رو فدا بکنن و ظاهری هم که شده دادگاه نمایشی براشون برگزار بکنن و شاید محکومشون بکنن. الان وقت اون رسیده که برای آروم کردن اوضاع دو حالت بیشتر نداره. نیروهای حاکمیت دو حالت بیشتر ندارن. حالت اول ایجاد یک جنگ خارجی، یک توطئه خارجی، یک بمبگذاری، یک دشمن خارجی و اتحاد پشت نیروهای سرکوبگر و تقریبا از راه به در کردن جنبش مردمی هست. برای این کار تلاش بسیاری کردن، حمله کردن به مناطق کردنشین تحت اشغال عراق و از طرف دیگه هم مسئله شاچراغ شیراز و شرایط دیگه هم پیش آمد، ولی خوشبختانه مردم فریب نخوردن. حالت دوم میماند و حالت دوم یواش یواش وقت آن رسیده که نیروهای سرکوبگر عده ای از نیروهای خودشون رو فدا بکنن و با دادگاه های نمایشی عده ای از اونها رو محکوم بکنن و از طرف دیگه با دادن امتیازات جزئی بخوان مردم رو آرام بکنن و یواش یواش مردم رو به داخل خانه ها ببرن. به هر حال وقت پوان دادن نیروهای حاکمیت است، چرا که داریم وارد ماه دوم میشیم. واقعیت اینه که بیشتر از یک ماه دیگه تصور نمیشه که حکومت بتواند با این تندی و ضخامت، بتواند با این زمختی مبارزات رو بخواد باش مبارزه بکنه، چرا که نیروهای اعتراض و پیام مبارزاتی به داخل خونه تک تک افراد اشغالگر هم وارد شده، به خونه تمام این دشخیمانی که در خیابانها دارن جان مردم رو میگیرن، به خانه آنها هم شعارهای زن زندگی آزادی رسیده و یواش یواش نیروها از داخل شروع میکنن به از هم پاشیدن. به زودی در ایران شاهد امتیازاتی خواهیم بود از طرف حاکمیت برای مردم، مثل بالا بردن حقوق، نمیدونم بعض دو بخشش هایی که برای قشر متوسط و قشر پایین جامعه انجام میدن. این حرکت ها روحیه مبارزاتی رو احتمال خیلی زیاد بالاتر خواهد برد و میبینم که رهبران میدانی دارن درست میشن و رهبران میدانی دارن خواسته های فرموله شده ای رو به حاکمیت پیشنهاد میدن و بر اساس فرموله خواسته ها دارن عمل میکنن. ما در خارج از کشور کار خاصی از دستمون بر نمیاد به غیر از اینکه بتوانیم همفکری با همدیگه بکنیم، راهکاری پیدا بکنیم برای خونسا کردن حرکت های احیانا ضد مردمی جمهوری اسلامی برای خارج از کشور. می توانیم فقط تأثیر روی افکار عمومی دولت هایی بذاریم که درش زندگی می کنیم، می تونیم تأثیر بذاریم روی سیستم های تصمیم گیری این کشورهایی که درشون زندگی می کنیم، ولی بیشتر از این راه دیگه ای نداریم و بیشتر از این هم کاری نمی توانیم انجام بدهیم.
به هر حال همه فعالیت ها در داخل کشور هستش و ما امیدوار هستیم که در داخل کشور اون نتیجه دلبخواهی رو که شماها در انتظارش هستید هر چه سریعتر بهش برسید. وضعیت کشورهای همسایه ما هم بسیار بهتر از داخل ایران نیست. از لحاظ اقتصادی همه کشورهای همسایه ایران از ایران بدتر هم هستند، بهتر نیستند، و از لحاظ فساد اداری هم همچنین. انتظار میره در غرب کشور اعتراضات دوباره شروع بشه و در کشورهای غربی ما هم احتمالاً اعتراضات مردمی شروع به کار بکنه. مثلا در ترکیه با تورم بالای 80% رو که دیروز و پریروز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد، پریروز، و اعلام این که 11 میلیون نفر زیر خط فقر به زندگی میکنن و درآمد کمتر از 2 دلار در روز دارن، برای کشور ترکیه این یک فاجعه هست که نزدیک 11 میلیون نفر به اولیه ترین نیازهای غذایی و دارویی و مسکن خودشون در مضیقه هستند و احتمال میده که این زمستون شاهد یک سری خشونت‌های خیابانی بشیم. و تقریبا تحولات ایران داره در تمام کشورها رصد میشه و مردم تمام کشورها منتظرن که ببینن ایرانی ها به چه نتیجه میرسن. خوشحال خواهیم بود که خبر پیروزی رو ما از اینجا هم اعلام بکنیم و شما خوشبختانه به پیروزی خواهید رسید و از این هیچ شکی ندارم و یقین من در این است که به زودی شاهد ریزش شدید نیروهای اشغالگر، نیروهای سرکوبگر، و از طرف دیگه ایجاد دادگاه برای بعضی از عناصر و همچنین دادن امتیازات چشمگیری به نیروهای داخل خیابان هستم. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم که بتوانید به خواسته هاتون برسید که خواسته های شما، خواسته های ما هم در خارج از کشور هست. ما در خارج از کشور الان سعی میکنیم که تا جایی که میتونیم نیروهای از هم واگرا رفته و از هم جدا شده مخالفین رو در یک جا جمع بکنیم و پشت یک شعار و پشت یک ایده سعی بکنیم که رهبری نیروهای خارج از کشور رو هماهنگ بکنیم، ولی کاری از دستمون بیشتر از این بر نمیاد. برای مناطق کردنشین هم احزاب کرد شروع کردن به فعالیت کردن و دیدم که بیان‌نامه های بسیار زیبایی رو منتشر کرده بودن و از مردم خواسته بودن که با حفظ آرامش و کمترین هزینه دادن سعی بکنن که اعتراضات رو بکنن. ببینید دوستان، برای ادامه اعتراضات چیزی که بسیار مهم است این است که کمترین هزینه رو نیروهای مردمی بدن و از طرف دیگه نیروهای اشغالگر و نیروهای سرکوبگر بیشترین هزینه رو بدن. برای همین دفاع مشروع، استفاده از کوکتل مولوتوف یا وسایل دیگه مجاز است و این مسئله خشونت طلبی نیست. و از طرف دیگه فراموش نکنید که شما برای زندگی دارید وارد خیابان میشید. سعی بکنید که کمترین ریسک رو انجام بدید و زندگی خودتون رو و اطرافیان خودتون رو حفظ بکنید. سعی بکنید که با گروهی و به صورت سازمان یافته به خیابان ها برید و کسانی همراهتون باشند که اگر اتفاقی براتون افتاد بتونن بهتون کمک بکنن، به بیمارستان منتقلتون بکنن، یا اینکه خبرش رو در جایی منتشر بکنن که شماها آسیب کمتری رو ببینید. و مطمئن باشید که خبررسانی هزینه سرکوب رو بسیار بالا خواهد برد. همه ما که در خارج از کشور هستیم، مخصوصا کسایی که در مدیا کار میکنن، امیدوار هستن و توانایی این رو دارن که مقداری از مسائل شما رو مدیایی بکنن و به این شکل به شما کمک بکنن که شماها در داخل کشور بی سر و صدا از بین نرید. ولی تنها خواهش من اینه که شماها کمترین آسیب رو به خودتون برسونید و کمترین هزینه رو به خانواده خودتون تحمیل بکنید. امیدوارم که هرچه زودتر با کمترین تلفات بتوانیم آزادی رو در ایران جشن بگیریم.